آماده هست تا عکس برداری و فیلم برداری محافل عروسی شیرینی خوری و سالگرد تولدتان را با شرایط و قیمت مناسب انجام بدهد. قبل از تماس با سایر استودیوهای ویدیوگرافی فقط یک بار با علمزه استودیو در تماس شوید. شماره تماس 310-433-4191 310-433-4191. آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین و صلاة و سلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. و اما بعد، هموطنان گرامی، خواهران و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. امروز دوشنبه مورخ 24 اکتبر 2011 میلادی هست، مطابق 30 ماه میزان 1390 خورشیدی. البته ما در برنامه افغانستان در میراق حوادث قرار داریم و سلام های گرم و پر محبت خود را از آلمان، از شهر اسن، از استودیوی دنیا به نمایندگی از همکارای گرامی ما آقای الکسی و همچنان دو دختر عزیزم که امروز در استودیو ما را همکاری میکنن، تمنا جان و دنیا جان، خدمت حضور شما در هر نقطه جهان که هستین پیشکش میکنم. باز هم در برنامه سیاسی تحلیلی افغانستان در میراق حوادث قرار داریم، چنانچه این برنامه از نامش پیداست، افغانستان در معراق حوادث است، در نقطه به اصطلاح مرکزی تمام تحولات منطقه و حتی جهان قرار داره. افغانستان متمع نظر متاسفانه کشورهایی هستند که در رقابت با هم قرار دارند و افغانستان به اصطلاح میدان بسکشی سیاسی نظامی خود قرار دادن. امروز با حضور 130 هزار نیروی رسمی نظامی کشورهای غربی، ناتو و ایالات متحده آمریکا در خاک افغانستان و ده ها هزار نیروی امنیتی و استخباراتی 46 کشور جهان و همچنان رقابت های منطقوی که باز از ایجاد شده، افغانستان به میدان به اصطلاح عمو کشمکش های سیاسی نظامی و به اصطلاح زور آزمایی ها و تبلیغات و بگومگوهای سیاسی نظامی مبدل شده که از این رقابت ها و از این زورگویی ها و از این تهدید ها متاسفانه مردم افغانستان، مردم که بیشتر از 30-40 سال گذشته در جنگ ها، در جنگ ها هم بر اساس خودخواهی ها، بر اساس قدرت خواهی ها، بر اساس زدوبند ها با بیگانه ها، بر اساس کودتاهایی که به خاطر منافع شخصی در افغانستان براه افتاد و اعضا و سازمان ها و جریان ها و شخصیت های سیاسی که از 38 سال گذشته متاسفانه با برانداختن از کودتاها افغانستان به اصطلاح میدان رقابت ها و زور آزمایی ها و آزمایش های سیاسی نظامی کشورهای تمام و کشورهایی که به افغانستان و منطقه نظری داشتن مبدل کردند که ما شاهد همی رقابت ها و بدبختی ها در افغانستان هستیم. امروز سرنوشت افغانستان بهتر از 30 سال گذشته نیست.
متاسفانه بعد از دهه جهاد که دهه آزادی و دهه فتح و نصرت مردم افغانستان بود، ما شاهد دوباره حضور نیروهای خارجی در افغانستان هستیم. حکومت هایی که وابستگی مطلق با نیروهای خارجی و دولت های خارجی دارند در افغانستان بر اریکه قدرت تکیه زدن و وزرا و رؤسا و اعضای شورا و پارلمان و حتی سفرای ما هم بر اساس به اسلام و نظر و منافع از این کشورها متاسفانه استقرار پیدا کردن و به مدارج سیاسی نظامی دست یافتند. به هر صورت سرنوشت افغانستان و مقدرات مردم ما همین هست که از یک دست به دست دیگه، از یک جنگ به جنگ دیگه، از یک کشتار به کشتار دیگه کشانیده می شوند. کشورهایی که با هم در رقابت هستند، گفتم چی در سطح جهان و چی در سطح منطقه، از افغانستان من حیث یک سکوی پرش، از افغانستان من حیث یک وسیله برای زور آزمایی های خود، برای منافع استراتژیک خود، برای منافع یعنی واقعا ملی خود و منافع اقتصادی و سیاسی خود و جهان کشایی خود استفاده کردن و میکنن. و دولت مردان افغانستان هم در طول بیشتر از این 3 دهه فقط عالی دست بودن، فقط عالی به اسلام و مجری برنامه هایی بودن که دیگرها اهداف خود را داشتن و اینا آگاهانه و یا ناآگاهانه که اکثرا باید آگاهانه بوده باشه، اینا مورد استفاده قرار گرفتن. و در جای هم که دولت مردان افغانستان توجه کردن که اینا فقط ما را به بازی میگیرن و با سرنوشت ما بازی میکنن و فردا با دست آوردن یک موری به اصطلاح مطلوب تر از ما، با سرنوشت شخصی و سرنوشت حزبی و سرنوشت گروهی ما بازی میشه، باز یک سلسله عکس العمل و واکنش های از خود نشان دادن که تاریخ 13 و 14 گذشته افغانستان شاهد ازی است. چنانچه وقتی ببرک کارمل از قدرت حذف کردند و یا پیشتر از او حفظیلا یمین توسط عساکر شوروی در قصر تپه تاجبیک کشته شد، ما دیدیم که امینی ها ادعا کردند که ما کمونیست بودیم ولی وطن پرست بودیم، شوروی گرا نبودیم، در حالی که عساکر شوروی و از دکتر به اصطلاح نظامی عسکری شوروی ها در اون قصر مراقب آقای همین بود، محافظین همین هم روزها بودن. و وقتی که عساکر اشغال کردن افغانستان، عبدالله یمین و امو دیگه مربوطین افیزلا همین همه می دانستن و اطلاع داشتن که با ده ها هزار عسکر شوروی از سرحد گذاشته هن و چنانچه امنیت مطلق تپه تاجبیک و اطراف از او را هم روسا به دست داشتن، میدان های هوایی به دستشان بود. و این که امینی ها ادعا کردن که ما از اشغال آگاهی نداشتیم قطعا قابل پذیرش نیست. و هر صورت تا وقتی منافع از اونا مطرح نبود شوروی ها خوب بود، وقتی که شوروی ها امین به اصطلاح سرکوب کردن و از بین بردن، بعد از او باز اونا بد شد و اینا به اصطلاح ضد شوروی قرار گرفتن. ولی در بعدها دیدیم که همین خلقی های امینی و غیر امینی در کنار پرچمی ها باز هم به نوکری و وابستگیشان با شوروی ها ادامه دادن. دیگر سیاست مدارها و اعضا و جریان های سیاسی بعدی هم در افغانستان متاسفانه به این مصیبت گرفتار شدن. مصیبت اصلی افغانستان چی هست؟ هفته گذشته خانم هیلری کلینتون به سفر غیر مترقبی به کابل آمد و از پایتخت افغانستان، از کابل مخصوصا از هر ریاست جمهوری در کنار آقای کرزی، کشورهای همسایه افغانستان تهدید کرد و به اصطلاح خودش به حضور دائمی امریکا و به منافع امریکا و به قاطعیت امریکا در مبارزه با تروریسم و با دهشت افغانی و با شورشیانی که ثبات سیاسی و منطقوی را و مخصوصا شورشیانی که بعد از 10 سال حضور خارجی ها طعم پیروزی را بر اینا حرام کشتانده، طعم کامیابی و با اسلام سودجویی ها را و این که پیروزمندانه از جنگ افغانستان به جنگ های دیگه و به اشغالگری ها و سلطگری های دیگه در کشورهای همسایه و جهان مخصوصا کشورهای اسلامی بپردازند، اینا را در جنگ طویل المدت، جنگ پرمصرف و جنگ پر از تلفات درگیر ساختن و به اصطلاح یک جنگی که به بن‌بست رسیده، جنگ افغانستان جنگی که طویلتر از جنگ ویتنام است و مصارف جنگ افغانستان گزافتر و پر هزینه تر از جنگ ویتنام است و سرنوشت از جنگ هم برای این کشورها اکثرا نامعلوم است و به جز خود ایالات متحده آمریکا
دیگر کشورها علاقه هم به بودن دائمی در افغانستان نشان نمیدن. تنها امریکایی ها اصرار دارند به بودن دائمی و عقد پیمان و یا امو قرارداد استراتژیک در افغانستان است که این هم باعث تشویش منطقوی و تشویش به اصطلاح کشورهای مختلف صورت گرفت، قرار گرفته. از همه مهمتر همی حالت فعلی افغانستان است که امروز افغانستان متاسفانه به کشورهای منطقه و حتی کشورهای دورتر من حیث یک خطر، چون با یک پایگاه نظامی مبدل شده، چون نیروهای خارجی در اونجا حضور دارند. ما میبینیم که حرفی را که باید خانم کلینتون و دولت مردان ایالات متحده آمریکا از واشنگتن، نیویورک و از جای دیگه به جهان و به اسلام و رقبای خود و یا کسانی که طرف معامله‌شان هست قرار بدن، به کابل میان و از کابل تهران را تهدید میکنن، از کابل اسلام آباد را تهدید میکنن، از کابل به اسلام به لشکرکشی و عمله و جنگ و خونریزی و تجاوز مجدد نظامی کشورهای اسلامی دیگر را تهدید میکنن. و این حالت خودش اما حالت بسیار بسیار یعنی خطرناکی را به نمایش میگذاره. این که آقای کرزایی در کنار خانم کلینتون حرف به زبان نیاوردن، ولی در مصاحبه که فردای از او یا دو روز بعد از او از تلویزیون خصوصی یا تلویزیون شخصی به نام جیو که در پاکستان تلویزیون بسیار مشهور هم است، مانند تلویزیون طلوع و دیگر تلویزیونهایی که در کابل فعالیت دارند، در شبکه جیو آقای کرزایی به صراحت گفت که اگر پاکستان مورد حمله و تجاوز امریکا قرار میگیره، ما در کنار پاکستان خواهیم بود. اگر پاکستان مورد حمله هندوستان هم قرار بگیره، ما در کنار برادران پاکستانی خود خواهیم بود. ما با برادران خود با یعنی با برادران مسلمان مقصدش باید بوده باشه، با برادران پاکستانی خود که برادر هستیم خیانت نخواهیم کرد. ای در حال است که دو هفته پیشتر یا سه هفته پیشتر آقای کرزایی گویا پیمان استراتژیک همکاری ها را با هندوستان امضا کرد و در اونجا گفته می شد که این پیمان بر حساس تهدید پاکستان و زیر فشار قرار دادن پاکستان صورت گرفته. البته اینکه برداشت آقای کرزایی از پیمان استراتژیک چی هست، در اون مصاحبه که ما او را ثبت کردم و شنیدم و بسیار با تحسر و تأسف او را شنیدم، همین بود که آقای کرزایی گفت وقتی شما ساختمان پارلمان افغانستان را برای ما می سازین، یک پیمان استراتژیک است. وقتی شما برای ما بنادر ما را و یا بندهای هاب برای ما می سازین، شما یک پیمان استراتژیک است. وقتی شما اولاد ما را برای تحصیل به هندوستان قبول می کنین، یک پیمان استراتژیک است. کی برداشت سطحی نگرانی و بسیار واقعا ساده پندارانی آقای کرزایی از پیمان های استراتژیک، معنا و مفهوم استراتژیک و پیمان استراتژیک باعث تحسر و تأسف ما شد. چون هرچی نباشه آقای کرزایی هم وطن ما هست. امروز بخواهیم یا نخواهیم به عنوان رئیس جمهور افغانستان در سطح جهان رسمیت داره، قبول شده هست. یکی ما بایش مخالفت کنیم، یکی آقای کرزایی در هر نقطه و یا هر تحریف سیاسی قرار بتیم، باز هم نمایندگی از مردم افغانستان در سطح جهان میکنه. یکی دولتش مشروع هست، یعنی یکی دولتش مولود یا منبعث از کدام شرایط بوده، یکی کرزایی چگونه بر حرکه قدرت تکیه زده، روی کدام محاسبات آقای کرزایی باید در قدرت افغانستان به اصطلاح تبارز میکرد. حتی انتخابات را که در بن که من هم همونجا حضور داشتم و در حرکت روم یا به اسلام و جریان روم انتخابات کردن که آقای استاد، جناب استاد بزرگوار سیرس نور رای گرفتن و آقای کرزایی فقط دو رای داشتن، با وجود همچون یک اختلاف باز هم آقای کرزایی چون مورد توجه بود و به اسلام معامله با ایشان صورت گرفته بود، برای اینکه قدرت افغانستان تکیه زدن. به هر صورت حوادث گذشته گذشت، امروز موضوع بسیار دلچسب و جالب همی است که آقای کرزایی با وجود که تلاش به امضای قرارداد پیمان استراتژیک به ایالات متحده آمریکا در میان دو کنفرانس، یعنی بعد از کنفرانسی که در 2 نوامبر امسال در استانبول دایر میشه و کنفرانسی که بعدا در اوایل دسامبر 2011 در شهر بن در همو پیترزبورگ در همو کونیکس وینتر که قرارداد اول بن امضا شده بود و به اصطلاح بعضی از جیرانهایی که بر من ایمیل کردن از بن تا بن، اونا هم
در کنفرانس دومی که سرنوشت افغانستان 10 سال بعد مورد بحث و بررسی قرار بگیره و یا گفته میشه که مورد به اصطلاح معامله مجدد قرار میگیره بین کشورهایی که منافع خود را در افغانستان دارن، یعنی تقسیم مجدد منافع است. به هر صورت آقای کرزی در میان امید دو کنفرانس میخواهند که با اصرار و با شتاب پیمان استراتژیک را با ایالات متحده آمریکا به امضا برسانند. خانم کلینتون هم به منطقه سفر میکنه و کشورهای همسایه را مورد تهدید قرار میده. این تهدید پاکستان از ارگ ریاست جمهوری افغانستان در حال است که فقط 2 هفته پیشتر از واشنگتن به نیویورک مخصوصا از پنتاگون دولت همسایه افغانستان، کشور همسایه افغانستان، جمهوری اسلامی ایران مورد تهدید قرار گرفت و گفته شد که در قتل و یا در پلان دسیسه قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن دولت مردان ایران دست دارن و با این حساب ما به اصطلاح به حساب ایرانی ها هم خواهیم رسید. و این در حال است که کشورهای اسلامی متاسفانه یکی بعد از دیگری به بهانه های مختلف و دلایل مختلف مورد هجوم قرار گرفتن، مورد آشوب و مورد دگرگونی های سیاسی قرار گرفتن که به هر صورت ای که تحولات درونی بودی که انقلابات ملی بودی که به اسلام و حکس العملای مردم مظلوم و مردم ستم دیده بود که بعد از 10 سال حاکمیت های ظالمانه، حاکمیت های جبارانه، حاکمیت های دکتاتور منشانه و ای سلطگران واقعا وابسته، کسانی که واقعا به هر شکلی به کشورهای مختلف چی شوروی سابق و یا چی ایالات متحده آمریکا اینا وابستگی شدید داشتن، چنانچه آقای محمد القذافی بعد از 42 سال یعنی در رکاب مستقیم روسها عمل میکرد و فعالیت میکردند، و یا آقای حسنی مبارک در مصر که وابسته سرسخت و به اصطلاح سرسپردی نامدار تاجدار ایالات متحده آمریکا در منطقه بودند، من حیث جاندارم منطقه عمل میکرد مصر. ما دوچار تحول دیدیم که این کشورها دوچار تحولات شد، مردم به پا خیستن، قیام های مردمی صورت گرفت و به هر صورت همه این تحولات پیش چشم ما گذشت، ولی دست کشورهای آزمند، کشورهایی که امروز به اصطلاح بسیار پلان شده و سیستماتیک در قضایای کشورهای اسلامی دست دارن، در این قضایا چی بوده؟ ما شاهد از این فروپاشی ها هستیم، شاهد بی ثباتی های حداقل سالیان طولانی در این کشورها خواهیم بود. از 56 کشور اسلامی که همتنها در جهان هست و از 1/3 جمعیت جهان را که مسلمان ها تشکیل میده، یعنی حدودا بیشتر از 2 میلیارد مسلمان در روی کره هر زندگی میکنه، امروز شما کدام کشوری را با ثبات، کشوری را که به اصطلاح از نظم و انضباط و همچنان از یک شکوفایی و اقتصاد بسیار بلند برخوردار باشه، در عرصه نظامی، در عرصه سیاسی بسیار به اصطلاح چی باشه، شما در کشورهای اسلامی بسیار کم سراغ میکنین. اگر چند کشوری هم است مانند ترکیه، مانند مثلا مالیزیا و اندونزیا و یا مثلا کشورهای قدرتمندی که در مقابل دسایس توسعه طلبانی اسرائیل مثلا فعالیت کردن، مانند سوریه، مانند همی عراق که در تحت حاکمیت صدام حسین بود و یا لیبیا که همیش تهدیدی برای به اصطلاح مسئله خاورمیانه بود، ما شاهد از این هستیم که این کشورها از هم میپاشند و این دولت‌های به اصطلاح که به هر شکلی اگر مستبد هم بودن، اگر هر چیزی که بودن، یک قدرت نسبی سیاسی و نظامی و یک ثبات سیاسی را در منطقه تمثیل میکردن، امروز دیگه حاکمیت ها از بین میره و ثبات سیاسی هم به شکلی که بود موجود نمی باشد، چنانچه مصر ما شاهد هستیم در 2 هفته گذشته که به صدها انسان به اصطلاح مورد هجوم قرار گرفتن و به دهها عسکر و صاحب منصب و مردم ملکی در قیام و یا در عکس العمل شدیدی که عیسوی های یعنی همین قبطی ها یا عیسوی های مصری نشان دادن، ما شاهد آشوب و کشتار بهرمانه در مقابل کمره های تلویزیون ها بودیم، به شکلی که در موتری که عساکر وجود داشت و او رو با آتش زدن و اونا خود نجات دادن نمیتونستن و این صحنه ها دلخراش است. مصر که یک روز یا ثبات نسبی سیاسی و نظامی و ثبات و امنیت برخوردار بود،
مثل که به حیث یک جاندار منطقه عمل میکرد، یک قدرت نسبی اقتصادی و یک تمثیل کنندی به اصلاح خلاصه یک ثبات بود. امروز او ثبات از بین میان میره، لیبیا دچار آشوب و دچار حالت میشه که حتی در حضور کمره مثلا رئیس جمهور سابق بدون از اینکه بهش او من حیث یک حسیر جنگی حفظ شوه و من حیث یک جنایتکار جنگی در محاکم بین‌المللی یا محاکم ملی سپرده شوه، ما میبینیم که در حضور کمره دستور صادر میشه که این آقای محمد القذافی به اصطلاح کشته شوه و به چی شکل از بین میره. و هر صورتی حالت ها را ما در شرایط فعلی شاهد هستیم و پیش از اینکه من تلفن های شما متنها رو بگیرم با شما جره بس کنم و این صحبت ها را با شما ان شاء الله انجام بدم، از شما خواهشمند هستم که پیرامون مسائلی که مطرح شد، مسئله ای که آیا واقعا امروز افغانستان یک تهدید برای کشورهای همسایه نیست، آیا واقعا امی حالتی را که ما شاهد بودیم که خانم کلینتون به کابل آمد و پاکستان یک کشور مقتدر، یک کشور واقعا با ثبات، یک کشوری را که ما در کنار خود در افغانستان داشتیم بیشتر از 5 میلیون مهاجر قبول کرده بود در زمان اشغال شوروی، یعنی پناهگاه مهاجرین بود، سنگر به اصلاح همو مجاهدان و آزادی خواهانی که به خاطر آزادی و طرد استعمار و استقلال کسب استقلال خود فعالیت کردند. پاکستان خانه همی رهبران و همی قماندان ها و همی به اسلامی تمام سنگرداران آزادی و اسلام بود. امروز ما با شکل دیگه میبینیم که پاکستان میخواین حتی گفته میشه که به تجزیه پاکستان دست بزنه و ای که پاکستان از افغانستان تهدید شوه و عکس العمل آقای کرزه ای که هر چیز است به نظر من یک عمل بسیار بسیار مضحک است، به حساب که از کسی که خود اصرار به بودن نیروهای خارجی در افغانستان داشته باشه، کسی که پایگاه‌های افغانستان پایگاه‌های نظامی افغانستان در اختیار دیگرها بگذاره، کسی که اصرار به امضای پیمان استراتژیک با خارجی‌ها داشته باشه و خود بر اساس موافقت و بر اساس معامله و سازش با اونا بر حرکی قدرت تکیه زده بوده باشه و اصرار بر ماندن در قدرت با حمایت از اونا کنه، باز همچون حرفای ضد و نقیض را گفتن به نظر من کدام حرف بسیار قوی نیست. امروز متاسفانه نه تنها پاکستان مورد تهدید ایالات متحده آمریکا و متحدینشان از افغانستان است، که بلکه کشور جمهوری اسلامی ایران هم با حضور 130,000 نیروی خارجی و پایگاه دائمی نظامی و میدانهای بسیار قوی و وسایل بسیار پیشرفتی جنگی که در افغانستان آمده، امنیتش و سرحداتش و ثباتش مورد تهدید است. متاسفانه ما من حیث افغان باید اعتراف کنیم هموطنان گرامی که ما با کشورهای همسایه خود یک تهدید هستیم تا یک حالت دیگه، چنانچه در زمان اتحاد شوروی وقتی که افغانستان مورد اشغال شوروی قرار گرفت با حکومت دست نشاندیش واقعا کشورهای همسایه ما مورد تهدید بود. یکی از یا چند نفر از کارشناسای ارشد ما الحمدلله که امروز هر کس کارشناس هستن و در تلویزیون ها یا در جای دیگه حرف میزنن، حتی از تشکیل حکومت پاکستان و تجزیه شبه قاره هند و غیره بحث شد و گفته شد که اصلا این تشکیل حکومت نامناسب بوده و اصلا کار خلاف بوده و بعد از تشکیل پاکستان افغانستان دچار از این مشکلات مشکلات بوده. به نظر من یک بحث تاریخی است که با علما میشه به سر این مسئله بحث کنیم، ولی من من حیث یک فرد از افغان، من حیث یک فردی که شاید بتونه به صد به ندای میلیون ها هم وطن مسلمان و مجاهد و مهاجر خود همین حرف و ادعا را با سربلندی کنم که اگر شبه قاره هند تجزیه نمیشد و اگر کشور بزرگ هندوستان در کنار افغانستان می بود و اگر حزب کنگره هندوستان بر قدرت می بود و سنگر مستحکمی می بود و سرحدات مضبوط موجود می بود، ما یقینا هموطنان گرامی شما خود شاهد می توانستین بوده باشین و یا به اصطلاح تصور کرده می توانین که از یک طرفی که از شمال شما مورد هجوم و استیلای غاصبانه و ددمنشانی صفاکان شوروی قرار گرفته بودین، از طرف دیگه در کنار شما هندوستان می بود و از طرف دیگه حزب تودی ایران بر قدرت می بود،
شما شاهد میتونستین بوده باشین و یا تصور میتونستین کنین یا تصور کنین همین لحظه که سرنوشت افغانستان به چی مواجه می بود. میلیون ها هموطن شما که به این کشور مهاجر شد الحمدلله از وجود یک کشور اسلامی بود که پناهگاه مجاهدان و مهاجران شد، ناموس مردم افغانستان در پاکستان حفظ شد. ما امروز واقعا نمک ناشناس خواهیم بود که اگر تجزیه کشورهای همسایه خود را در بزور بازوی کشورهای غربی که امروز در افغانستان به منافع خود و به زور خود آمدن و هیچ کس از اینا دعوت نکرده و هیچ کس از اینا تقاضا نکرده که به افغانستان تشریف ببرن، هر چیزی را که آمدن بهانه قرار دادن، به هر صورت تجزیه افغانستان، تجزیه پاکستان خواستن، تجزیه ایران خواستن، خدای نخواسته مونشه که بدخواهی کسان هیچ به مقصد نرسد، یک بد نکند تا به خودش صد نرسد. اگر امروز پاکستان تجزیه شود شما متیقن و مطمئن باشین که با افغانستان هم به تعقیب از او تجزیه میشه و یا پیشتر از او شاید تجزیه شود. اگر ما تجزیه ایران آرزو کنیم شما مطمئن باشین که تنها ایران تجزیه نمیشه، ترکیه و عراق و کشورهای همسایه هم از این طعم تجزیه بی بهره نخواهند بود. پس جغرافیای سیاسی کشورهای اسلامی بر هم میخوره، چنانچه آرزومندی متاسفانه کسانی که دسایس برحله اسلام و مسلمان ها برای انداختن همی است که ثبات در کشورهای اسلامی نباشه، قدرت و حزمت و عزت و سربلندی در میان مسلمان ها نباشه. کدام کشور مقتدری که صاحب یک اقتدار باشه به اصلاح در کشورهای اسلامی موجود نباشه. درست است که یکی بر سوی جمعیت جهان مسلمان ها باشه، درست است که قدرتمندترین اقتصاد جهان را همین کشورهای اسلامی داشته باشند، ولی اینا صاحب خانه خود نباشند، صاحب امو به اصلاح حراوزی و مناطق خود نباشند، اداره و اراده به دست ما نباشند. از اقتصادی که خداداد است و سرشارترین منابع اقتصادی جهان در کشورهای اسلامی قرار دارد و از یک جمعیت بسیار بسیار مبتکر و از یک جمعیت بسیار فعال و بسیار به اصلاح خلاق این کشورهای اسلامی باز هم در فقر، در جنگ، در کشتار، در جهل، نادانی و در تحصوبات کور قرار داشته باشند. هر روز در اینجا در این کشورها و صدها انسان به بهانه‌های مختلف کشته شود، خاکشان غصب شده باشد و چنانچه امروز مشاهده زی در بسیاری جاها هستیم. امروز گفته شد که در تا آخر دسامبر امسال نیروهای امریکایی همی 42 هزار عسکر دیگه که از امریکا در عراق است کاملا خارج میشن و هیچ عسکری در نمیخواد که در عراق آقای اوباما دیگه بگذاره. گرچه این استقبال شد اما خبر بسیار دلچسبه که در هفته گذشته من خواندم همی بود که همون جوان ژورنالیست با جرأتی که با بوت خود، یعنی با یک عکس العمل بسیار اخلاقی که در مقابل همون آقای جورج بوش کرد و بوت خود را به روش به طرفش پرتاب کرد و گفت که این یک بوت است یا یک سلی است و یا یک عکس العمل است که از طرف یک انسان بدون سلاح، بدون توپ، بدون تانک، فقط با قلم و با زبان و با کاغذ آمدیم ولی میخوایم عکس العمل و اساسیت و نفرت ملت خود را، ملت مسلمان ها را از تو نشان بدم که تو با این اشغال که عراق کردی و گفتی که سلاح های کشتار جمعی داره صدام حسین، تهدید است به جهان، سلاح اتمی داره و خلاصه به هزار یک دلیل ناجایز خاک ما را اشغال کردی، بیشتر از 1 میلیون انسان کشته شد، تمام اقتصاد عراق برهم خورد، ثبات سیاسی را که عراق و منطقه داشت برهم خورد. امروز مثلا امو جناب آقای زیدی اعلان میکنه که ما بیشتر از 1 میلیون امضا از عراقی ها در حال جمع کردن هستم تا با محاکمه عالی لاهه و یا دنهاک در آلند که محاکمه جانی است ارائه کنیم و آقای جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری اسبق امریکا را که به اصطلاح مجری جنگ عراق بود بهانه برای جنگ دوم داشت و انتقام شکست پدر خود در جنگ 1990 که جورج بوش کلان به اصطلاح از جنگ عراق سرافگنده خارج شده بود، این بار به اصطلاح این با بین بردن صدام و بین بردن تمام اردو و قدرت و توانایی و ثبات سیاسی و اقتصادی و نظامی عراق با بجا گذاشتن بیشتر از 1 میلیون کشته از عراقی های مظلوم، امریکایی ها امروز حاضر میشن که خاک عراق ترک کنند.
در حین شرایط افغانستان قرار داره. ما امروز متاسفانه اولویت ها را باید در افغانستان پیدا کنیم. ما مشکل ما چی هست؟ در افغانستان ما اصلا مشکل اصلی در افغانستان چی هست و کی هست؟ آیا استقرار نیروهای خارجی در افغانستان که به اصطلاح با آرزوی خود برسند، مانند که شوروی ها با اشغال کشورهای آسیای میانه و از بین بردن مقاومتشان و همکاری با دولت هایی که در اطراف از کشورها بود، مثلا شما داستان ابراهیم لقی را اگر در افغانستان و یا به اصطلاح خود شوروی ها بسمچی ها را که به افغانستان باز پناه آوردن از ترکستان شوروی و از تاجکستان و ازبکستان امروزی و سرکوب شدن و توسط دولت های متاسفانه غیر ملی افغانستان برای شوروی ها سپرده شدن، انور پاشا و دیگرها، و این داستان ها را اگر شما مطالعه میکنین و شکست و سرکوب مقاومت به اصطلاح آزادی خانه امو آسیای میانه را، باز هم بعد از 70 سال این جنایت و کشتار و ظلم و غصب آزادی این کشورها، باز هم الحمدلله شرایط در جهان ایجاد میشه به یمن و همت امو آزادی خواهان افغانستان و به خون پاک بیشتر از 2 میلیون شهید افغانستان، نه تنها افغانستان استقلال و آزادی خود کسب میکنه که بلکه تمام کشورهای آسیای میانه از برکت جهاد افغانستان به آزادی میرسه. اتحاد شوروی و 15 جمهوریت مبدل میشه و بالاخره استقلالیت از این کشورها و کشورهای زیادی در اروپای شرقی به دست میآید. خون پاک شهدای افغانستان امروز هم اولویت مردم افغانستان چی است؟ اگر جنگ در افغانستان به اصطلاح پایان بپذیرد، آیا نیروهای خارجی حاضر هستند که از افغانستان خارج شوند؟ آیا مردم افغانستان واقعا به آزادی خود خواهند رسید؟ آیا واقعا دولت منبعث از اراده مردم افغانستان که واقعا دست خارجی ها دو نباشد، دست های ستوته نباشد، انتخابات تقلبی نباشد و به اصطلاح 500 نفر غاصب در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی به اصطلاح مقدرات یک ملت به گروگان نگرفته باشند، آیا واقعا مردم افغانستان قادر به انتخاب نماینده های حسیل خود در تشکیل یک حکومت ملی و اشتراک مشارکت ملی خواهند بود؟ آیا واقعا حکومتی که تمثیل کننده وحدت ملی در افغانستان باشه، تمثیل کننده واقعا احقاق و حقوق از دست رفته بیش از 3 دهه مردم افغانستان باشه به دست خواهد آمد؟ آیا واقعا نیروهای خارجی رضامندانه تمام پایگاه های نظامی، هوایی و سرحدی افغانستان و خاک منطقه استراتژیک و جیوپولیتیکی افغانستان را واقعا به ملت افغانستان واگذار خواهند کرد؟ اگر مقاومت در مقابلشان از بین بره، آیا واقعا تجزیه یک کشور همسایه به نفع مردم افغانستان خواهد بود که ما شعار تجزیه یک کشور بتیم و بگوییم که با کلمات عجیب و غریب حرف بزنیم؟ تاریخ کشورهای همسایه یا تشکیل حکومت‌های مختلف بعد از جنگ جهانی دوم، هموطنان گرامی، در اکثریت کشورهای جهان مخصوصا در 2 قاره، در قاره 10 نفر دیگه که نامشان چی بر شما بگویم، اینا واقعا از قلب نفرت با داشتن دارن و به گفته تحلیل از اینا تروریسم از امروز نی، از 30 سال است که توسط پاکستان تمویل میشه. یعنی جهاد مردم افغانستان هم به حساب از اینا تروریسم بوده، مقاومت مردم افغانستان هم تروریسم بوده، اشغال افغانستان به اصطلاح یک حق مشروع بوده و مهاجرت مردم افغانستان غیر مشروع بوده. اینا به این بانا و این زمینه ها را که ما بر از اینا میتیم، این یک خیانت است که ما میکنیم. با اختلافی که ما با پاکستان داریم، مداخلات پاکستان محکوم میکنیم، ولی امروز ما، شما و همه کسایی که پاک انتقاد داریم، ها یک عسکر ایرانی، یک عسکر پاکستانی در خاک افغانستان حضور داره، ولی ما امروز شاهد از این هستیم که عساکر خارجی در افغانستان حضور دارن و می جنگن و ما باز هم اغماز میکنیم و به اصطلاح حرفای میزنیم که به نفع از اون و به اصطلاح در حساب از ما باشه. من شما تشکر میکنم آقای قیومی از سمتون در برنامه. تلفن ها همه روشن است، اگه اجازه باشه یک دو تلفن دیگه بگیرم. قربان شما، تشکر آقای قیومی. هموطن گرامی سلام علیکم. سلام علیکم آقای ناصری، آمد هستم شما را از بن زحمت دارم. آمد جان بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید. بزرگوار، اول تشکر از خودت که دیتو موقعی امو خدمت های ادا میکنی یا جهاد زبانی تا دوام میدی. قربانتان آمد جان. یک نقطه میخواییم بگویم به گفتای آقای کرده که ممنون شد از پاکستان که گویا 5 میلیون نفر ای میمون نوازی که پاکستان از ما ممنون باشه که ما شما چوب و سوخ شدیم در مقابل اتحاد جماهیر شوروی، شهید داریم، کشته داریم. بله. خدا ما آباد کرد.
هم مناجات شدیم اگر نیکو میفهمید که لنگر بعدی کمونیزم در آبای گرم بود بله بله در مقابل امارات متحده عربی بود بله بله این خاطر باید سیاست مدارای ما در کمی باید بگن که پاکستان از این باید به این فکر باشه که غرامت می کشته های ما را که ما در مقابل از یا همچو عسکرشون از یا دفاع کردیم اگر نه ما را گفت که افغانستان با این شکل ترانزیت ما تیر میشیم با شما کار نداریم اون را کجا میفهمید اما ما شما با دادن خون و و و و چقدر ارزش های معنوی بود چیز خودت زاییم تشکر زنده باشید نمی عرض بود و خدا تفیق بده تشکر قربان شما آمه جان تشکر آمتان عزیز سلام علیکم بله سلام علیکم و علیکم السلام لطف کردین به خود معرفی کنین خوش میشم ما شما را از آلان زحمت میتونم خلیل نام دارم برادر ما امرای شما موافق نیستم بفرمایید بسیار خوش شدم که یک نفر که موافق نیست که صحبت کنه بله بفرمایید ما به خاطر از اینکه شما از ایران و پاکستان زیاد دفاع میکنین اگر ایران و پاکستان در افغانستان مداخله مثبت بکنن هیچ وقت خود در آلان ماجر نمی باشه امرای دختر اکایت نه من در آلمان هستم خلیل جان ببخشید شما در آلمان تلفن کردید آه فکر میکنم ببخشید شما در آلمان هستیم من متاسفانه خلیل جان از خاطر ایران و پاکستان مهاجر نشدم من از خاطر کودتای هفت ثور مهاجر شدم من به خاطر از ایستادن پدرم در هفت ثور مهاجر شدم من به خاطر اشغال افغانستان در زمان 1979 مهاجر شدم من 30 سال است که در آلمان مهاجر شدیم 5 میلیون انسان در پاکستان به خاطر اشغال شوروی ها مهاجر شد 2 میلیون در ایران به خاطر اشغال شوروی ها مهاجر شد 2 میلیون شهید به خاطر اشغال افغانستان توسط شوروی ها ما دادیم قربان شما خلیل جان حالا که شما با هالند تشریف آوردین اگر امریکا را شما تایید میکنین ای کاش در مو زمان امی شما مردم تایید میکنین و به نام امپریالیسم نمیکوبیدین به نام معنی فهم ارتجاع منطقه نمیکوبیدین اختلاف با پاکستان با ایران ما با دولت مردای پاکستان ایران دفاع نمیکنم ولی از ملت پاکستان از تمامیت ارضی پاکستان و ایران دفاع میکنم اگر امروز عراق از میان رفت اگر در افغانستان امروز به میلیون ها هزارها ده هزار نفر کشته شد اگر امروز کشورهای اسلامی بی ثبات شد اگر فردا سوریه مثلا از بین قدرتش میره من مخالف هستم که کشورهای که دسیسه و توطئه میکنن و متاسفانه ثبات سیاسی را که نسبی هست در کشورهای اسلامی از بین میبرن من مخالف از این هستم کشتار مردم پاکستان جنگ در کشانیدن جنگ در پاکستان از بین بردن مراکز اتمی پاکستان این بنف ببخشید یک موضوع رو من براتون میگم دشمن دانا که غم جان بود بهتر از اون دوست است که نادان بود بله. اگر مسلمان ها اگر این امریکا و اینا را دشمن میدانند بله. فکرتان باشه که اونا داناستن اگر دشمن هم هستن اونا داناستن ولی اگر پاکستان یا ایران دوست ماست اینا نادان هستن نه قربان شما شما ببخشین خلیل جان صحبت ها طولانی نشه یک حرف از شما آیا امی ملت پاکستان و ملت ایران کس از بین برده میتونه؟ نه این ملت رو از بین برده نمیتونه دولت هاست متوجه هستین اما عمله بر از خاک افغانستان بر ایران و پاکستان اگر ده ها سال بعد هم بگذره باز هم این خاطره تلخش میمونه که از هرات شما مشهد ما مورد هجوم قرار گرفت از مزار شما فلانی جای ما قرار گرفت به هر صورت همونطور که در گذشته ها ما مورد هجوم قرار گرفتیم و کشتار شدیم و مردم به اصطلاح مظلوم افغانستان مورد تجاوز بود ما فراموش نمی کنیم مداخلات دولت مردان همسایه خود فراموش نمی کنیم ولی امروز ما را همی کشورهایی که در افغانستان ده سال است به شکست مواجه شدند با بانهای مختلف مصروف چیزهای زمینی می سازند و ملتهای ما را مصروف می سازند تشکر خلیل جان یک تلفن دیگر هم به اجازه شما می گیرم هموطن گرامی السلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم بفرمایید آقای محترم آقای ناصری سلام به شما و تمام بیننده‌های شما قربان شما ما تا جای با حرف شما موافق و تا جای هم مخالف حرف شما هستم خدا معرفی هم کنید خوش میشم من ناصر از انگلند زنگ میزنم ناصر جان بفرمایید یک دقیقه از دو دقیقه از برنامه من تا صحبت کنیم باز برنامه رو ما ختم کنیم تا جای شما من خودم شخصا هم زیر شرق هم زیر غرب بله سرسخت مخالف غربی ها و سرسخت مخالف شرقی ها بله اما اگر یک چیز واقعیته که به او اگر راستی ما آدم تن بته یک واقعیت است که ما شما دیدیم که کشورهای همسایه ما ایران و پاکستان در رأسش ایران و پاکستان که امروز بلا را به دامن خودشان هم رسیده اگر اینا در افغانستان بعد از جهاد اگر این حکومت مجاهدینه اینا سپورت میکردن و جنگ در افغانستان دامن نمیدادن امروز با قول از برادر شما اگر مهاجر نشدیم ما مسئول از مهاجرت هستیم میفهمین ناصر جان ما در زمان مقاومت که به ضد به اصطلاح تجاوز و مداخلات پاکستان بود
ما چلنج می تو با می کسایی که امروز پاکستان محکوم میکنن که بیشتر از ما مقاله و تبصره ننوشتن. ما در اون زمان عکس العمل و اساسیت خود به شدت نوشتیم و مداخلات ایران و دولت مردانشان که با نامهای مختلف در افغانستان مداخله داشتن در زمان دهه 90 و همچنان پاکستان به شدت محکوم کردیم در جنگ های داخلی افغانستان اینا نقش داشتن، ایران نقش بسیار مخرب بازی کرده، پاکستان هم، اما به هیچ وجه ایرا با اشغال فعلی با کسانی که امروز افغانستان پایگاه های خود قرار دادن معاوضه نمی کنم که کشورهای همسایه خود را، ملتهای مسلمان همسایه خود را ما مورد هجوم قرار بدیم به بانی عزیز و ازو. اگر او مسلمان است ما هم مسلمانیم. حاضر دوست جان، من برنامه را باید قطع کنم به خاطر که از وقت برنامه ما تیر میشه و آقای مسکینیار انتظار برنامه خود دارن. یک جان تشکر از صحبتهایتان. هموطنان گرامی، تلفن ها همه روشن است، متاسفانه وقت برنامه کم است. اگر خدا بخواهد ما بتانیم با حمایت و کمک های مالی شما هموطنان برنامه های بیشتری را در شبکه جانی آریانا افغانستان داشته باشیم، بحث ما رایج به این مسائل انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. به هر صورت من خدا شما را به خداوند کریم و رحیم سپارم. وقت برنامه پوره شده، تا هفته آینده در روز دوشنبه در برنامه افغانستان در میراق قوادس، خداوند یار و مددگار شما باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.